سلام عرض کردم. بازم بنده موشکاف در خدمت گذاری حاضرم. امشب میخوام از درخوری دوبله عظما براتون بگم. علی گدا تو این 17 روز هی جلو عقب کرد تا شاید یه جوری این دم آخری یه امتیازی چیزی گدایی کنه، اما النهایه حلق نامبارک و واسه بار دوم مهیا کرد و بعدم دیگه هیچی، دیگه شرشر زهر. به هیچ وجه نمیشه مذاکرات رو شکست خورده تلقی کرد. مذاکرات میتونه ادامه پیدا بکنه، بنابراین تصمیم ما به ادامه مذاکره هست. میتونم عرض بکنم که با شرایط بسیار خوبی الان این 4 ماهه تمدید میشه، شرایط قبلی ادامه پیدا میکنه. در بعضی از تعهدات طرف مقابل موقع اجرا با ابهاماتی برخورد کرده بودیم که اینها رو سعی کردیم در الان برطرف بکنیم. بله، اولاق چی میخواست با این فکس زدنهای بیمورد فیس شیخ فری رو با سیلی سرخ نگه داره و بگه ما اصلا دنبال تمدید مذاکرات بودیم، اما از اونجایی که مخ همه مهرهای نظام این روزا بد جوری هنگ کرده، تو مصاحبه بعدی حرفش رو فراموش کرد و اینجوری سوتی داد. ما البته امیدوار بودیم که تو همین فاصله 6 ماه مذاکرات توافق نهایی به پایان برسه، بتونیم به یک توافقی برسیم، ولی خب این اتفاق نیفتاد به دلیل اختلاف نظرهایی که کماکان وجود داشت در موضوعات مختلف و در مسائل مختلف. نگران مسائل مختلف نباش، شیخ فری واسه انواع و اقسام قفلای زهرخوری کلید داره، یعنی همه رقمه پای نوشش زهر ماری هست. امروز هم اگر برای ما روشن شود که طرف مقابل ما در برابر حقوق ملت ایران و نظرات ملت ایران در چارچوب مقررات بین المللی احترام و تواضع خودش رو انجام میده، هم به مذاکره ادامه میدهیم و هم اگر ضروری و لازم باشه زمان رو تمدید خواهیم کرد. بالاخره عظما زهر لازم شد و مذاکرات تمدید شد و هنوز یه روز نگذشته بود داد و هوار باندای دلواپس و دلارام نظام به هوا رفت و شربت مداری تعارف معارف و گذاشت کنار و گفت آقا باختیم. تمدید مذاکرات هسته‌ای 4 ماه به نفع حریف، سهم ایران چیست؟ جان کری وزیر خارجه آمریکا بامداد شنبه پس از اعلام رسمی تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که تحریم‌ها علیه ایران در این مدت با قدرت ادامه می‌یابد. وی در مورد تعهدات طرفین نیز نوشته است: برای 4 ماه آینده ما به توقف پیشرفت بخش‌های کلیدی برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌دهیم. این نکنال دلواپسا بود. حالا داد و قال جماعت شیخ فری رو بشنوی. بدبختی این زهرخوری اینه که جماعت جام زهری هم از دست شکارن. اکنون باید به 4 ماه نیندیشند و به این بیندیشند که اگر با تداوم مذاکرات در مسیری که هست در 3 ماه یا 2 ماه به نتیجه برسند، 2 ماه یا 1 ماه از زیانهای تحریم جلوتر خواهیم بود. بابا اینم شد ولایت، ضرب العجل میذارن یه جور چپ میکنه، تمدید میکنن یه جور دیگه دل پیچه میگیره. تا اینجای کار که هنوز 2 روز از 4 ماه نگذشته هاپ هاپ این بریا و اون بریای نظام بلند شده. دیگه شما خودتون وضعیت جسم ناقص علی گدا تو پایان 4 ماه حدس بزنید. موشکافم چنان در خدمت، فعلا زد زیاد. موسیقی.